در ایران همزمان با اعتراض‌های مردمی به موج گسترده اعدام‌ها، واکنش‌های اعتراضی بین‌المللی نیز شدت گرفته. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم شپوئل عباسی. در حالی که کاخ سفید، وزارت خارجه آمریکا همراه با نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواستار جلوگیری از اعدام نوید افکاری شدند، کاربران ایرانی نیز در شبکه‌های اجتماعی با به راه انداختن کارزارهای اینترنتی یک صدا می‌گویند حکم اعدام او باید لغو شود. حکم اعدام این کشتیگیر جوان و محبوب مردم در دیوان عالی کشور تایید و اعاده دادرسی او نیز رد شده است. نوید افکاری و دو برادرش که با حکم‌های سنگین زندان روبرو شدند در جریان اعتراضات مردمی مرداد 97 علیه تورم، گرانی قیمت کالاهای مایحتاج عمومی در شیراز بازداشت شدند و دادستان‌های محاکم انقلابی نوید را به قتل یک بسیجی متهم کردند. صدور احکام اعدام، حبس‌های طولانی و شکنجه معترضین بازداشت شده در اعتراض‌های مردمی دیماه 96، مرداد 97 و آبان 98 با اعتصاب قضای زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان اوین در حمایت از نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر همراه بود است. در همین حال بی‌اعتنایی مسئولان زندان‌ها به خطری که اپیدمی کرونا سلامت زندانیان سیاسی را تهدید می‌کند ادامه دارد. فعالان حقوق بشر در ایران و خارج از کشور به ویژه از وضعیت وخیم زندانیان سیاسی به سبب عدم موافقت با مرخصی‌های استعلاجی آنها خبر دادند. انتقال دراویش گنابادی از زندان به تبعید در نقاط دورافتاده و فاقد امکانات پزشکی نیست که دیگر از مواردی است که فعالان حقوق بشر با تاکید به موارد متعدد حاکی از نقض حقوق بنیادی آنان خواستار تشدید فشار دولت‌های دموکراتیک از جمله ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران شدند. شپوئل عباسی، صدای آمریکا.